سلام به شما عزیزان در هر کجای ایران که هستید و هر کجای جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم. در این ساعت 8:30 بعد از ظهر به وقت تهران، ساعت 7 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی و 1 بعد از ظهر آفتابی واشنگتن با شما عزیزان خواهم بود در تفسیر خبر. چون دوشنبه های پیشین در این شماره از برنامه نیز میپردازیم به وضعیت حقوق بشر در ایران. آخرین خبرها درباره ریحانه جباری. آیا خانواده سربندی گامی نزدیک شده است به بخشیدگی؟ پرسش ها در این زمینه بسیار است و امیدها بسیار برای میلیون ها ایرانی که امیدوارند ریحانه جباری از اعدام نجات یابد. مادر او خانم شعله پاکروان با من و شما هستند از طریق تلفن در تهران. با من همراهی خواهند داشت خانم مهوش الاسفندی در اجرای برنامه. در این شماره از تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. خانم اسفندی سلام به شما. من هم سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان ایران فردا در سراسر دنیا، به خصوص وطنمون ایران، و سلام دارم خدمت خانم پاکروان عزیز که در خدمتشون هست. با سلام خدمت خانم پاکروان عزیز در تهران، مادر دختر نازنین ریحانه جباری که در زندان هست و خطر اعدام او رو تهدید میکنه. سلام به شما خانم. منم خدمت شما و خانم الاسفندی و همه مخاطبینتون سلام گرم عرض میکنم. خب برای من واقعا تحملش چندان ساده نیست که در برنامه باشم، برنامه رو اجرا میکنم که یک سوش مادری هست که دو فرزندش اعدام شده و سوی دیگر مادری هست که شب و روز نداره و نگران اعدام فرزندش هست. در برابر چنین وضعیتی خوب تحمل بسیار مشکل. خانم پاکروان، من پرسش رو به خانم الاسفندی واگذار میکنم که فکر میکنم مثل من پرسش هاشون مشابه هست. شما آغاز کنید خانم الاسفندی. من ضمن خیر مقدم به شما خانم پاکروان عزیز، من چیزی که بیشتر از هر چیز برامون الان مهمه و حیاتیه که بدونیم اینه که آخرین اطلاعاتتون رو از وضعیت پرونده ریحانه بفرمایید که ما بدونیم و در جریان قرار بگیریم، چون همونجوری که آقای چارلنگی عزیز گفتن و همینجوری که تمام مردم میدونن، ریحانه توی شرایط از نظر ماها طبق اون خبرهایی که بهمون رسیده توی شرایط مناسبی قرار ندارن، یعنی وضعیت پروندهشون. میخوایم بدونیم که شما ما رو در جریان بذارید. بله، پرونده ریحانه، ببخشید من اول برنامه بگم صدام یه مقداری گرفته به خاطر این همه حرف زدن ها و
یه جاهایی مجبور شدم بلند بلند ریحانه رو صدا بزنم، پشت در زندان رجایی شهر صدام گرفته یه مقداری. اول عذرخواهی کنم این گرفتگی صدا رو. خدمتتون عرض کنم که بعد از اینکه در اول سال 93 پرونده ریحانه از اجرای احکام به دادستانی رفت، در دادستانی شماره‌ای به اصطلاح شد اون پرونده و قرار شد که روی اون پرونده دوباره بررسی مجدد صورت بگیره. این بررسی مجدد تاریخی که دادن 24 شهریور ماه 93 بود. بررسی همچنان ادامه داشت، دوشنبه بود که شروع شد، ادامه داشت تا اینکه روز 7 مهر ماه اعلام کردن دادستانی که بخش اول بررسی پایان یافته و تاریخ آبان ماه رو برای آغاز بخش دوم که در حقیقت ادامه یک روند بود این تاریخ رو اعلام کردن. پس هنوز تا روز 7 مهر ماه پرونده در اجرای احکام نبود. اما با کمال ناباوری مطلع شدیم که ریحانه رو در روز دوشنبه 7 اول صدا زدن به دادیاری برای چیزی که اصلا مربوط بهش نبوده. خود ریحانه شکش برانگیخته شده بود، به همین دلیل به من زنگ زد و گفت که منو صدا زدن و من اینجا کاری ندارم، اصلا نمیدونم چرا صدام زدن. من گفتم تو نگران نباش، به خاطر اینکه محال تو رو بخوان ببرن، با اینکه خودش حسش همین بود و گفت که من احساس میکنم که اصلا خطر نزدیکم داره میشه. من بهش گفتم مطمئن باش، چون همین الان من با خانم وکیل هم صحبت میکنم دوباره که آخرین خبر رو بگیرم. همزمان که گوشی دست ریحانه بود با وکیل صحبت کردم، گفت که نه، من همین امروز میخواستم نامه ای رو که دیروز از زندان شهر ری گرفتم ببرم بذارم اجرای احکام. مسئولشون گفتن که پرونده اینجا نیست، در نتیجه لزومی نداره اون برگر رو به ما بدین. به ریحانه گفتم اصلا جای نگرانی نیست، پرونده اجرای احکام نیست و تا اجرای احکام نباشه محاله بخوان تو رو منتقل کنن، تو برو. ریحانه رفت، چند تا از دوستاش یک ساعت و نیم بعد به من زنگ زدن، خیلی نگران که ریحانه هنوز بر نگشته و هیچ خبری ازش نیست. در حقیقت جایی که رفته حتی زندانی های دیگه که میخوان سر و گوشی آب بدن و گاهی رفت و آمدی دارن به اون محل، اجازه بهشون ندادن که از اونجا تردد داشته باشن که اقلا یه خبری به ما بدن. من گفتم اصلا جای نگرانی نیست، قانون داره، به هر حال قصاص گرفتن جان یک نفره و یک آیینی داره، یک مراسمی داره، حضور یه عده‌ای الزامیه، طی شدن یک مراحل قانونی الزامیه و وکیل ما امروز گفته که بخش اصلیش که بودن پرونده در اجرای احکامه منتفیه. حدود ساعت 2:30 ریحانه زنگ زد و گفت که مامان دیدی گفتم که قضیه جدیه. گفتم چطور؟ امکان نداره و حتما تو اشتباه میکنی. برگشت گفت که مامان اشتباه چی میکنم؟ من الان پابند دارم، ماشین بیرونه و دارن منو میبرن، فقط یک نفر بی نهایت محبت کرده و دلش سوخته و گفته که فقط به اندازه یک دقیقه از مادرت خداحافظی کن. چون زمان تلفن ما خیلی کوتاه بود، وقتی که گفت یک دقیقه، گفتم فقط ازش بپرس کجا میبرنت. پرسید، گفت که منو کجا میبرین؟ گفت زندان رجایی شهر و از من خداحافظی کرد و گفت که مامان صبوری کن دیگه، خداحافظ تا چه لحظه های واه واه خیلی لحظه غیر قابل توصیف از نظر بدی. به هر حال رفت. من یه مدتی طول کشید تا خودم رو پیدا کنم، حقیقتش اصلا بدنم همین جور به لرزه افتاد که خدایا باید چه کار کنم. به هر حال یه سری مقدماتی رو چیدیم و راه افتادیم به طرف زندان رجایی شهر و در اونجا دیگه قصه شو تقریبا همه میدونن.
تا اینکه ساعت حدود 2:30 شب یا 3 شب بود که از زندان شهر ریحانه زنگ زد به موبایل من و گفت مامان من اینجام، نگران نباش، منو برگردوندن. نمیدونم چرا رفتم و نمیدونم چرا برگشتم. خدمتتون عرض کنم که دیگه انقدر خوشحالیمون عالی بود و جبران اون تلخی اولیه رو کرد، ولی همچنان نگرانی ادامه داشت به خاطر اینکه به طور غیر رسمی حالت شایعه گونه پخش شده بود که 10 روز توقف حکم گرفتن. کی گرفته؟ چه کسی؟ چه ارگانی؟ کی؟ تمام اینا سوال برانگیز بود، سوالای بی جوابی برای ما بود که تا زمانی که یک منبع رسمی اونو تایید نمی کرد قابل اعتماد و قابل اعتنا نبود. به همین دلیل نگرانی ها همچنان به قوت خودش باقی بود، اما خیالمون راحت بود که دیگه ریحانه شهر ریه و ما میتونیم زندان رجای شهر رو ترک کنیم تا ببینیم دیگه فردا باید چه کار کنیم. تا گذشت تا 1-2 روز بعد وزیر محترم دادگستری در روزنامه ایران مصاحبه ای رو کرده بودن که دیگه این حالت رسمی داشت. به طور رسمی ایشون اعلام کردن که جلسه تشکیل شده، جلسه بین وزرا و ایشون و وزیر دیگری که من تصور میکنم باید وزیر ارشاد باشه، جناب آقای جنتی، به دلیل به هر حال موقعیت شغلی و چیزی که من دارم. در حقیقت آقای جنتی وزیر محترم ارشاد حکم رئیس ما رو پیدا میکردن و من یکی از در حقیقت کارکنان دستگاه وزارت ارشاد، نه کارکنان رسمیش بلکه بخش هنریش هستم و احتمالاً ایشون تمایل داشتن که در این زمینه کمک کنن به این کسی که به نوعی به وزارتخونه ایشون ارتباط داره. من فقط یک توضیح بدم برای برخی از بینندگانمون. خانم شعله پاکروان مدرس تئاتر هم هستن، بازیگر و مدرس تئاتر. بفرم. ایشون در اون مصاحبه مطرح کردن که بعد از هیئت وزرا خودشون و یک وزیر دیگه که اسم نبردن مأمور شدن که با دستگاه قوه قضاییه تماسی برقرار کنن. من اطلاع ندارم که با کدوم فرد یا کدوم بخش از قوه قضاییه تماس گرفتن، اما موفق شدن که 10 روز توقف حکم غیر قابل تمدید بگیرن و این مدت رو برای ایجاد شرایطی که بتونیم بخشش رو از سوی خانواده محترم سربندی جلب کنیم، این فرصت رو به ما دادن. این 10 روز از نمیدونیم از 7 همون روزی که بچه منو بردن زندان رجای شهر حساب میشه یا از روز بعدش 8، در هر حال 17 یا 18 مهر آخرین فرصت برای روشن شدن تکلیف ریحانه. شما مراجعه کردین در این مدت به مجددن به خانواده سروندی؟ بله بله، الان خدمتتون عرض میکنم. به هر حال فردای همون روز وکیل ما به 2 روز بعد، ببخشید، وکیل مراجعه کرده به اجرای احکام و ناباورانه دیده که پرونده رفته اجرای احکام، در حالی که تاریخ ادامه بررسی مجدد پرونده آبان ماهه، در حالی که دادستانی تاریخ آبان ماه رو برای بررسی عنوان کرده پرونده توی اجرای احکامه. اما رئیس اجرای احکام به وکیل ما گفته که هنوز دستور اجرای حکم نیومده روش، فقط پرونده اومده اینجا و شما 8-9 روز دیگه فرصت دارین. یه پرش کوتاه میخوام داشته باشم از نظر زمانی که امروز صبح
مجدداً وکیل ما مراجعه کرد به اجرای احکام و در اونجا صحبت کردن. رئیس اجرای احکام فرمودن که قطعاً اجرای حکم در این هفته نخواهد بود. حالا من نمیدونم آیا رسماً به ایشون ابلاغ نشده یا نوشته‌ای ندادن و اینو فقط شفاهاً بیان کردن تا چه حد میتونه قابل استناد باشه، من نمیدونم. اما ما نگرانیمون این بود که جمعه پایان این فرجه‌ای که به ما دادن، اما با گفته وکیل به من، من دوست دارم که اعتماد کنم و بگم که انشالله این اتفاق به این زودی نخواهد افتاد و تا زمانی هم که نامه اجرای حکم رو روی پرونده نذارن نمیتونن این دختر رو منتقل کنن برای اجرای حکم. اما از اونجایی که تجربه هفتم مهر ماه رو داریم، قبول کنید که این نگرانی هنوز وجود داره. اما مراجعه شما به خانواده سربندی رو میفرم؟ خانواده آقای سربندی، وظیفه ماست که دلجویی کنیم از ایشون. وظیفه ماست اخلاقاً و انسانن، جدای از اینکه نیاز داریم برای در حقیقت جلب رضایتشون قلباً ببخشن ریحانه رو، به خاطر اینکه به هر حال فارغ از هر دلیلی، فارغ از هر حجت و برهان و گفته‌ای، ما که در اون ساختمون که حضور نداشتیم، فارغ از تمام اینها، به هر حال خانواده‌ای عزیزی رو از دست داده، این درک رو ما هم داریم. اما متاسفانه هرگز شرایطی ایجاد نشد که ما بشینیم با همدیگه هممون، یعنی من و پدر ریحانه به نمایندگی از ریحانه و چهار ولی دم که سه تا فرزند دکتر سربندی هستن و یکشون مادرشون، و این چهار نفر ولی دم و همسرشون که ولی دم نیستند، اما به هر حال صدمه خوردن. این خانم هم با گرفتاری هایی که بعد از دست دادن همسرشون براشون پیش میاد، به هر حال بزرگ کردن یک پسر کوچیک، حدود 10 سالش بوده، خیلی سخته برای یک مادر، هرچند که مادرها تواناتر از این حرفان که نتونن خانوادشون رو جمع جور کنن، و من حتم دارم که خانم سربندی در این امر موفق بودن. اما راهی باز نشد به دلیل اینکه خونشون رو وقتی که ما مراجعه میکردیم میگفتن که مثلا رفتن مسافرت، رفتن مهمونی، خونه فامیلاشونن. آخرین مراجعه من 2-3 روز پیش بود که سرایدار اون ساختمون گفت اصلا 2-3 ماه از اینجا اسباب کشی کردن، در حالی که مثلا 15 روز پیش، 10 روز پیش هم که ما مراجعه داشتیم میگفتن رفتن خونه فامیلاشون. ما یک تلفن از خانواده سربندی داریم که این تلفن مربوط به آقای جلال سربندیه، مرد جوانی که آقای چالنگی من پسر ندارم، ولی واقعا اینجوری نیست که فکر کنید احساس دشمنی دارم با این خانواده یا با این پسر جوان، با اینکه توی ذهن ایشون شاید نظر مساعدی نسبت به ما نباشه، اما من واقعا از صمیم دلم میخواد که زودتر این پسر جوونی که به طور زودرس موهاش داره سفید میشه، اونم داره قصه میخوره مثل ریحانه من که موهاش سفید داره میشه. چند سالش هست ریحانه؟ الان 26 سالش دیگه، نزدیکای آخره، چون که ریحانه 15 آبان ماه 66 به دنیا اومده و ما شناسنامه‌شو 15 شهریور 66 گرفتیم، از اون کارهایی که برای مدرسه رفتن همه ایرانی‌ها انجام میدن.
بله، و تنها فرزند شماست؟ جان تنها فرزند شماست؟ ریحانه نه، دو تا خواهر داره. ریحانه بچه بزرگ منه. بله و بفرمایید خانم. خانم پاکروان ببخشید، من یه سوال داشتم، میخواستم بدونم که حالا این تلاش های آخری شما که موفق نشدید با خانواده سربند تماس بگیرید، ولی چرا، آیا چرا، طی چرا. این با هفت مادرشون سال تماس موفق گرفتم. شدید یک چنین برنامه رو با همدیگه داشته باشید، یک نشست داشته باشید، با همدیگه صحبت کنید؟ خدمتتون عرض کنم پیش از شروع دادگاه، یعنی اصلا هنوز در مرحله تحقیقات و اون مراحل اولیه که هنوز دادگاهی تشکیل نشده بود، ما یه ارتباطی با همین آقای جلال سربندی برقرار کردیم. من و همسرم رفتیم دفتر وکیلشون آقای قاسم شعبانی. در محل دفتر ایشون یه قرآن بردیم و چون اون موقع ریحانه زندان اوین بود، اونجا ملاقات حضوری داشتیم، یه نامه کوچیک روی یک برگه زرد رنگ ریحانه یک نامه کوچیکی نوشت، خطاب به خانواده سربندی، و در اون واضح مطرح کرد از اینکه شما رو در شرایط سخت از دست دادن عزیزی قرار دادم، صمیمانه غمگینم، و حرف توی این مسیر. نامه رو ما لایه یک قرآن گذاشتیم، با قرآن رفتیم دفتر آقای شعبانی. من و شوهرم با آقای سربندی، اون وقت فکرشو بکنین خانم الاسفندی، آدم بلد نیست. من قبل از این ماجرا هرگز توی چنین شرایطی قرار نگرفته بودم که چطور باید بیام به یک خانواده یا به یک پسر جوان بگم که ببخش از اینکه مثلا پدر تو پاره تن من باعث شده که تو از دست بدی. یعنی تمام بدنم میلرزید، اصلا نمیدونستم باید چجوری بشینم. باور کنید برای من کار مشکلی نیست که در قالب فرد دیگری فرو برم به دلیل کاری که انجام میدم. برام مشکل نیست که چیزی رو بیان کنم یا بنویسم، اما قرار دادن خودم در قالب زنی که میخواد بره جون بچهشو به اصطلاح، حالا کلمه شاید خوبی نباشه ولی واقعا هیچی الان به ذهنم نمیرسه، گدایی کنه از کسی، واقعا در شرایطش نبودم و دربارش چیزی هم نخونده بودم. برخورد ایشون چطور بود خانم پاکروان؟ برخورد آقای سربندی توی اون لحظه چطور بود؟ آقای سربندی اون موقع خب خیلی جوانتر بودن، فکر کنید یک پسر جوان 25-6 ساله به ناگهان با چنین تلاطمی در زندگیش روبرو بشه و چنین مسئولیتی به عهدهش قرار بگیره قبل از اینکه آمادگی های لازم براش پیدا بشه. برای همین برام قابل درک بود برخوردشون، هرچه که بود، فارغ از هر برداشتی که ازش میکنیم، اینو میتونستم درک کنم، اما نمیتونستم خودم رو پیدا کنم. در پایان تمام گفتگویی که داشتیم که همش مبناش این بود که من اصلا نمیدونم ماجرا چیه، چون که واقعا دادگاه به ما اطلاعات کافی نمیداد، یعنی اون مسئولینی که اونجا بودن، هنوز دادگاه تشکیل نشده بود، اطلاعات کافی ما از پرونده نداشتیم و من فقط میدونستم که بچم در خطره و همش میگفتم که شما باید یه جوری راضی بشین، ما باید یه شرایط ایجاد بشه که مادرت رو، خواهرت رو، مادر بزرگت رو ببینیم، من دستشون رو ببوسم، من به پاشون بیفتم. آقای سربندی خب ایشون هم میگم که فارغ از تمام چیزها، من درک میکردم
اینکه موافقت نکنند و بعد از اون بارها و بارها واسطه های رو، یعنی هر آدرسی که ما از این خانواده پیدا می کردیم واسطه های رو می فرستادیم، به دلیل اینکه هیچ نوع چراغی مبنی بر این که حاضر هستن ما رو ببینن نمیدیدیم. یعنی تلفن اگر میزدیم جواب نمیدادن. حتی یک بار من به ریحانه گفتم ریحانه خیلی کار سختیه که تو از داخل زندان به هر حال بتونی یه فرصتی پیدا کنی از نظر زمانی که بهت بدن، چون تلفن‌ها 1 دقیقه‌ای و 2 دقیقه‌ای بود، بتونی افرادی که نوبت تو افراد دیگر رو بخری تا بتونی یه زمان نسبتاً طولانی داشته باشی، ولی زنگ بزن، به جلال سربندی زنگ بزن. به من گفت که مامان چه جوری؟ گفتم این تنها شماره ایه که ما داریم. من از بیرون از تلفن عمومی ازشون اجازه میگیرم، اگر مایل بودن که با تو حرف بزنن تو بلافاصله بهشون زنگ بزن، و این کارو کردم. خانم پاکرمان، آقای جلال سربندی در مصاحبه‌هایی که داشته به این نکته اشاره میکنه که خانواده ریحانه راهی رو برای طلب بخشش راه مختلف رفتن که راه مطلوب یا مورد نظر ایشون نبود. البته در مصاحبه‌هاشون هم اشاره نکردن چه از چه طریقی شما باید میرفت. یکی این نکته، یکی یه نکته دیگه این که ایشون اشاره کرده که یک حقیقتی رو ریحانه نمیگه. در خود پرونده هم یک نکته ابهامی وجود داره. نکته ابهام این هستش که ما حالا از آقای مصطفی البته میپرسیم، مسئله قضایی هستش که یک فرد سومی در این ماجرا هست که پنهان شده. آیا از شما من میپرسم که آیا ریحانه صراحتاً مسئولیت تمامی مسئولیت این قتل رو بر عهده گرفته؟ آقای چالنگی، ریحانه مسئولیت یک ضربه چاقو رو بر عهده گرفته، اما حق با شماست. فردی در این پرونده وجود داره که پنهانه و خانواده سربندی واقعا حق دارن که بگن این فرد کو. ریحانه او رو چهره نگاری کرده. حتی در گفتگویی که من با آقای جلال داشتم گفتم که تنها کسی که میتونه شناسایی بکنه این فرد رو خود شما هستید. دلیلش هم اینه که 3 بار ریحانه مرحوم سربندی رو دیده و هر 3 بار با این آقا بوده. پس این آقا احتمالاً دوست نسبت نزدیک پدر شما بوده. و معمولا وقتی که یه مردی دوستی داره که اینقدر بهش نزدیکه، اسمی نشانی حرفی ازش توی خونه زده میشه، تلفن ممکنه بهش زده باشه، اسمشو میاره. آقای سربندی گفت که من نمیشناسم، ما هیچ کدوم اینو نمیشناسیم، چهره نگاری هم که ریحانه کرده بود ما نمیشناختیم. اما پیدا کردن این فرد از عهده و توان ریحانه یا ما به عنوان خانوادهش خارجه. این رو اگر خانواده سربندی به عنوان دوست مرحوم سربندی نمیتونن شناسایی کنن، وظیفه نهادهایی که برای این کار تجهیزاتی دارن، دانشی دارن، تجربه تخصصی دارن. خانم پاکروان، من فکر میکنم چون وقت کمه سعی کنیم زودتر بریم سر اون اطلاعات آخری که داریم. شما دیروز یک مطلب رو نوشته بودید که ریحانه با شما تماس گرفته و از شما خواسته که هیچ نوع نوشته ای رو، حتی اگر با اثر انگشت ایشون هم باشه، اون رو نپذیرید. جریان چیه؟ چه اتفاقی داره میفته؟ چه جور نوشته ای مگه قراره از ریحانه گرفته بشه؟ میشه این رو هم یه توضیح کوچیک بدید که سریعتر بریم قسمت های دیگر رو بررسی کنیم؟ الان چند روزیه بعد از جریان زندان رجایی شهر، افراد مختلف به شکل‌های مختلف باهاش تماس می‌گیرن. حتی دیروز 3 نفر
در زندان شهر ری باهاش صحبت کردن و گفتن که تو یک نامه ای رو باید بنویسی که بگی که دلیل من، والا نمیخوام خیلی باز کنم خانم الاسفندی اگر اجازه بدید، خیلی باز نکنم، ولی نامه ای رو میخوان که در حقیقت انکار تمام گفته هاشه. ریحانه میگه که من با کمال میل حاضرم دلجویی کنم از خانواده سربندی، در حضورشون ازشون عذرخواهی کنم، مامان تو هم کنار من باش، تو هم این کار رو انجام بده و من با کمال میل حاضرم، به خاطر اینکه حقی رو ما این خانواده رو از یه حق محروم کردیم. اما در اینکه در پرونده ریحانه نقاط ابهام زیادی هست دیگه الان تقریبا میشه گفت شکی نیست. حتی خود خانواده سربندی در جلسه صلح و سازش گفتن این پرونده پر از ابهامه. رفع اون ابهامها به عهده ریحانه نیست. ریحانه نگران اینه که خدای نکرده از جانبش چیزی نوشته بشه که صحت نداشته باشه، ولو به نفعش باشه یا به ضررش باشه. ضمن اینکه افراد دیگری در بیرون با من تماس گرفتن و گفتن که حتی ما میتونیم این رو بپذیریم که تو مادر یه نامه بنویسی و تو مادر تو رو نامه تو رو ما به اسم ریحانه بزنیم، که من نپذیرفتم، چون ریحانه دیگه الان شخصیت حقوقی داره، مستقله و باید خودش مسئولیت حرف یا عملی رو که انجام میده. همه این درخواستات خانم پاکرمان و همه این موضوعات هدف این هستش که خانواده سربندی از حقشون که در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی جاری هست، یعنی بخشش، استفاده کنن و ببخشن در قانون اساسی. من گمان نمی کنم به این دلیل که مبنای نوشته‌ای که از ریحانه خواستند این هست که در حقیقت اون فرد سوم رو انکار کنه. آقای قاضی تردست در پرونده میاد میگه که اون فرد سوم حاصل تخیل ریحان است. بله بله این هست، این توی اینو بله گفتن و اشاره کردن که تخیل است. اما نکته در اینجا این هست، به خود شما اشاره کردین، ریحانه اشاره کرد، برای همه قابل فهم هست که خانواده سربندی یک عضو خودش و پدر خانواده رو از دست داده، این تردیدی نیست. حالا ایشون گفته میشه آقای سربندی سالها پیشم با وزارت اطلاعات کار میکرد و هر جایی که بود، به هر حال پدری از دست رفته، فرزندان ناراحت هستن، همه اینا. اما یک نکته هم وجود داره، این که واقعا زمانی که زندگی یک دختر جوان که مبهم هم هست به اصطلاح نقش داشتنش در قتل آقای سربندی در دست این خانواده است، من اینجا خطابم بیشتر به این خانواده گرامی است که چه سودی از اعدام ریحانه خواهند؟ آیا اون همون چیزیست که در فرهنگ عامیانه گفته میشه که دلمون خنک خواهد شد که یک دختر جوان تجسم این که 100 سال دیگه یک جنبنده از این همه که بر کره زمین هستند از آدمیزاد و غیره همه تبدیل به خاک خواهند شد، تصور این که سخت شنیدنش برای شما، اما همه ما میدونیم اینی که دختر جوانی اعدام بشه، پیکرش به زیر خاک بره، سالها بعد به خاک تبدیل بشه، چه سودی برای خانواده سربندی داره؟ آیا آبی بر آتش دل اونها خواهد بود؟ من اینجا پرسشم از شماست خانم الاسفندی، فرزندان شما رو اعدام کرد به طرز غیر عادلانه، جدا از مخالفتی با حکم اعدام هست، واقعا به ته قلبتون مراجعه کنید، در دادگاهی باشید، در جایی باشید، عدالت در حال اجرا هست، قاتلان فرزند شما رو بیارن و بخوان اعدام کنن، شما چه خواهید بود؟ خواهید بخشید یا
ببینید، من روز اون آخرین دیداری که ما با فرزندانمون داشتیم، خود محمد من اونجا در اومد گفت که با یک حالتی که رو به من ایستاده بود و خب دستاش از پشت بسته بود و پاهاش بسته بود، در اومد گفت که مامان من اینا رو بخشیدم. اینها یعنی منظورش تمام اون افرادی که اونجا حضور داشتن، از سربازا، از اون رئیس زندان، از رئیس بند الفتا، از اون روحانی که اونجا بود، از پزشک زندان یا هر کسی که اونجا بود، گفت مامان من اینها رو بخشیدم ولی کسی حق نداره که من رو بکشه، نباید، یعنی این حق من نیست که کشته بشم، مگه من چی کار کردم که باید کشته بشم؟ وقتی که اشاره کرد من اینها رو بخشیدم، من چیزی که من دیدم اون لحظه آقای عبداللهی با یک حالت مظلوموار رئیس زندان دستگیر برگشت گفت که بله خانم فتحی، ما اینجا حکم نگهداری کننده فرزندان شما رو داشتیم، ما اینجا اونها رو مثل یک مهمان پذیرایی کردیم و با اینکه محمد گفته بود که ما شما رو بخشیدیم، با یک حالتی با گوشه چشم برگشت گفت بله آقای عبداللهی شما درست میفرمایید، من دارم میگم من شما رو میبخشم، چرا شما داری خودت رو به اون راه میزنی؟ چرا اون داری یک حالت مظلوم نمایی میکنی؟ من بحثم، من وقتی که مادر ریحانه صحبت از پابند میکنه از فرزندش، من میخوام به مادر ریحانه عزیز بگم وقتی که فرزندان من رو هر دو رو با دست و پای بسته، البته دوتا با هم نیاوردن، دونه دونه آوردن، زمانی که داشتن به من نزدیک میشدن، من بیشتر از هر چیز، خانم پاکروان، بیشتر از هر چیز نگران اون پای بندی بودم که به پای فرزند دم بسته بود. اصلا به گرفتن جانش فکر نمی کردم. گفتم محمد مادر آرومتر بیا پات زخم نشه. ببینید من تو اون لحظه اصلا به مرگ، به اعدام فرزندم فکر نمی کردم. من می خوام بگم اون چیزی که شما در یکی از برنامه هاتون، در یکی از صحبت هاتون گفتید که ریحانه گفت مادر ما رو فریب دادن، یا سحر گفت فریب دادن ما رو، من می خوام به شما بگم که خانم پاکروان، تمام این چیزهایی که شما توی این 7 سال، این کفش آهنینی که شما توی 7 سال پوشیدید، من توی 13 ماه پوشیدم و تمام این فریبها رو من دیدم. بعد از 3 سال، هنوز 3 سال از اعدام فرزندان من میگذره، هنوز حکم کتبی اعدام فرزندان من به زندان دستگرد اصفهان نرسیده، یعنی فرزندان من رو با حکم شفاهی اعدام کردن. من میخوام بگم که ما با شما همراهیم، ما هم نگران تمام اون زوایای کشف نشده پرونده هستیم. فرزندان من رو به عنوان 2 تا پرونده کاغذی مقابل من قرار دادن، گفتن شما بگو کدوم یکی از اینها رو ببخشیم، ما میخوایم یکی از این بچه ها رو ببخشیم، یکیش رو اعدام کنیم. و من وقتی با محمد و عبدالله صحبت کردم، محمد گفت اخ مامان خیلی خوبه، اگر واقعا این کار رو میخوان بکنن بذار من رو اعدام کنن و عبدالله که کوچیکتره اون رو برای شما بذارن. وقتی به عبدالله گفتم، عبدالله با خوشحالی گفت مامان خیلی خوبه، اجازه بده یکی از ما رو اعدام کنن و محمد پسر بزرگتر شماست، بمونه به عنوان عصای دست شما. و اینها همه فریب بود. من میدونستم که این کار رو نمی کنن. من میدونستم که این دوتا رو میکشن. ولی ببینید میخوام بهتون بگم که از این کارها زیاد اتفاق میفته. این که از شما خواسته میشه، از ریحانه خواسته میشه که دروغ به دروغ اعترافشون رو عوض کنن، من میخوام بگم که ریحانه نباید اعدام بشه، هیچ انسانی حق ندارن هیچ انسانی رو بکشن، حتی قاتلین فرزندان من رو هم نباید اعدام بکنن، برای اینکه اعدام حذف فیزیکی انسانها حق هیچ کسی نیست، حتی قاتلین فرزندان من. خب جلال سربندی، امیدوارم شنیده باشن، این فقط یک مادر ایرانی نیست و 2 مادر ایرانی، مادری که 2 فرزندش اعدام شده و مادر دیگه‌ای که نگران اعدام دختر
خود هست. خلال سربندی، خانواده سربندی الان آقای در چالنگی، نقطه هستن که چشم میلیون ها به اونها دوخته شده. اینکه سیستم قضایی ایران چنان هست که زندگی و مرگ یک انسان در دست فرد قرار میگیره، هم از ولی دم یا هر کس، این بحث دیگری است به جای خود. در سیستم های قضایی پیشرفته حتی کسی اقرار به قتل بکنه قبول نیست، از جمله در آمریکا و بسیاری کشورهای اروپایی، مگر اینکه ثابت بشه، چون ممکنه کسی به نمایندگی از کس دیگه قتل رو پذیرفته یا زیر شکنجه و آزار. نمونه ها بسیار بوده در اروپا و آمریکا که تبرئه. به هر حال همه امیدها این هست که جلال سربندی، خانواده سربندی، بر عرصه وسیع بخشندگی در طول تاریخ ما، فرهنگ ما، فرهنگ ایران، مردمان ایران، که در بخشیدن لذتی هست که در قصاص نیست، بر این عرصه خود رو بر دل میلیون ها ایرانی بنشونند، محبوب دلهای بسیار شوند، تا کینه‌جویی و فرمان قتل ریحانه رو صادر کردند. در واقع این قصاص نیست جلال سربندی عزیز، این فرمان قتل دختری نوجوان رو صادر کردند در میون ابهام گسترده‌ای که چون مهی غلیظ بر این پرونده حاکم. آقای چالنگی اجازه میدین من یه نکته ای رو میخوام اشاره کنم. ریحانه اون شبی که رفت رجای شهر پایان عمر خودشو دیده بود، به همین دلیل نزدیک به یک هفته گلو درد داشت، صداش در نمی اومد و همچنین حالا زخم پاش هیچ و تب کرده بود. ریحانه فکر نمی کرد، حتی 1% فکر نمی کرد که برگرده. اونجا کاری که میکنه کاغذا و خودکارا و یه خودکار، چند تا کاغذ و چند تا پاکت بهش دادن. تمام افرادی که به نظرش رسیده براشون نامه نوشته و به نوعی انگار حرف پای چوبه دار رو زده. این نامه ها رو ضبط کرده زندان شهر ری و من فکر میکنم حق خانواده سربندیه که بخونن اون نامه ها رو. اون نامه ها تا زمانی که ریحان زنده است میتونه به درد سربندی ها بخوره. این یک نکته. نکته دوم اینه که ریحانه به من گفت که ای کاش خانواده سربندی میومدن و یه سیلی توی گوش من میزدن، میدیدن، امتحان میکردن ببینن با اون سیلی که میزنن هر چقدر میخواد محکم باشه، اگر یک اپسیلون از خشمشون کم شد یا دلشون خنک شد یا احساس آرامش کردن، ادامه بدن و جون منو بگیرن، چون ممکنه به آرامش قلبیشون برسه. اما اگر دیدن هیچ تغییری در ایجاد آرامش برای اونا نکرد، یکم تأمل کنن، یکم فکر کنن، شاید خدا صبری بهشون بده و این نور بخشش رو بهشون بده. من این پیشنهاد رو میپذیرم. فکر میکنم به نظر میاد که قبل از اینکه تصمیم غیر قابل برگشتی بگیره خانواده سربندی، به این پیشنهاد فکر کنه. یک بار ریحانه رو ببینن، همدیگر رو ببینن، هر چی دلشون میخواد به خودش بگن، چون من نمیتونم، من از حق مادرانگیم دفاع میکنم، ریحانه از خودش میتونه دفاع کنه و صحبت کنه با این خانواده. یکی این نکته. نکته دیگه چیزی که خانم الاسفندی درباره بچه هاشون گفتن و اینکه نگران پا و پابند و این حرفا بودن، برای اولین بار ریحانه پابند خورده بود و پاش زخمه، هنوزم زخمه. حتی سالها پیش یکی از همکاران سابق آقای دکتر سربندی در دادگاه ریحانه رو دید، با عتاب و خطاب به اون مأمور همراهش گفت این چرا با پابند نیومده؟ اون مأمور گفت که اصلا ما تو قانونمون نداریم، ما زنها رو با پابند دادگاه نمیبریم، چون مردا رو با پابند میارن.
اما برای ریحانه پابند هم زدن و این پاشو کشیده، اشکال نداره. من میگم که خانواده محترم سربندی، علاوه بر این که به این پیشنهاد فکر کنید، به این فکر کنید که با این بخشش، اولا شما با شروع این پرونده میبینید که موج بخشش توی کشور جریان پیدا کرد و این بد نبود. ما در مقابل جریان بخشش نباید بایستیم. شما اگر ریحانه رو ببخشید، به معنای واقعی نقطه عطفی خواهید بود در سیستم به اصطلاح جاری در کشور ما، و این افتخار کمی برای شما نیست. به نظر من خانواده شما این نمیدونم چه جوری باید بگم، این شایستگی رو داره که سردمدار چنین نقطه مهمی باشه. عاجزانه فقط الان در جایگاهی ایستاده که میتونه این حرکت رو به طور وسیع آغاز کنه، که اون که مادری چنین کرد، قاتل کاملا آشکار و شناخته شده فرزندش رو بخشید و دیدیم در پای داد. حالا چرا قوانین چنین هست؟ من در همین چارچوب فعلا صحبت میکنم. نقص این قوانین کجا هست؟ به جای خود آقای چارلنگی عزیز، اگه اجازه بدید من یه مطلب دیگر رو هم در نظر میگیرم، که یک استفتا شده از آقای آیت الله وحید خراسانی و آیت الله سیستانی. یعنی در واقع وقتی که ما الان با قوانین اسلامی روبرو هستیم و مجازات اسلامی و یکیش هم همین قصاصه، الان چیزی که مقابل من هست آیت الله سیستانی و وحید خراسانی حکم قصاص ریحانه رو غیر شرعی اعلام کردن. من میخوام ببینم که چه کار میشه کرد در این رابطه. یعنی آیا جمهوری اسلامی یا قوانین جمهوری اسلامی برای این استفتا ارزشی قائل هستند؟ یعنی محلی برای اینکه بخوان به این صحبت این آقایون استفاده بکنن، از این صحبت محلی برای این جریان میذارن که گفتن این دو نفر گفتن غیر شرعیه؟ یعنی اونها هم دارن طبق قوانین اسلام دارن صحبت میکنن. این رو میخوام راجع بهش صحبت بکنیم اگر ممکنه. حدود 3 دقیقه وقت داریم خانم پاکتا. بله، استفتایی با این سوال که اگر دادگاهی فردی رو به عنوان قاتل به ولی دم معرفی کنه، اما ولی دم او رو قاتل ندونه و ولی این برگه قصاص دستش باشه، اجرای این قصاص شرعی است یا نه از تمام مراجع انجام شد، به تمام دفاترشون نامه نوشته شد، ایمیل فرستادیم. فقط این دو عزیز پاسخ رو دادن که خیر. همونطور که میدونید در جلسه صلح و سازش در حضور بیش از 80 آدم که خیلی هاشون وزنه های فرهنگی، علمی و دانشگاهی این کشور هستند، خانواده سربندی اعلام کردن که تو قاتل اصلی رو معرفی کن و آزاد بشو. دقیقا همون کاری و همون حرفی بود که آقای شعبانی که وکیل این خانواده هست در آخرین دادگاه اومد به ریحانه، گفت ریحانه الان که داریم میریم توی جلسه دادگاه، تو بگو که کس دیگری زده مرحوم سربندی رو و از همینجا برو. ریحانه گفت که من فقط چیزی رو که دیدم میتونم بگم، حالا فارغ از تمام دلایل، اصلا نمیخوام به اونجا برم. اما خانواده سربندی اعلام کردند که ریحانه باید قاتل رو معرفی کنه. توی همون مصاحبه آخری که با خانم علی نژاد داشتن، آقای جلال سربندی هم بهش اشاره کردن که ریحانه حقیقت رو بگه و ما کاری نداریم باهاش. در حقیقت در پاسخ به این سوال این دو عزیز پاسخ دادن که خیر، مجاز نیستید.
و آقای سیستانی هم جواب خیر دادن. پری روز من به قم سفری داشتم. از صبح ساعت 6 صبح ما از تهران حرکت کردیم و موقعی برگشتیم از قم که در حقیقت اذان مغرب رو داشتن میگفتن. تمام این مدت به دفاتر روحانیون قم، ساکن قم مراجعه کردیم. نکته جالب اینه که 90% خودشون در جریان این ماجرا بودن. دفتر آقای زنجانی به خصوص خیلی خیلی روشن از آیات قرآن استفاده کردند و مطرح کردند که تایید کردند دوتا استفتایی رو که ما داشتیم و بقیه بدون استفاده، یعنی بدون توضیح قرآنی برای ما. به هر حال من میگم که خانواده سربندی که خانواده مذهبی هم هست چقدر خوبه که 1 در 1000 فکر کنن که دارن کار غیر شرعی میکنن. چون که در دیداری که با مادر مرحوم سربندی من داشتم چند روز پیش، از پشت پنجره باشون صحبت کردم، ایشون میگفتن که حکم قرآن رو من نمیتونم پاروش بذارم و میخوام که حرف خدا رو اجرا کنم. مثل یک مادر بزرگ به من گفتن که برو به جای اینی که به من التماس کنی به خدا التماس کن که پیمانه بچه پر نشده باشه، چون خداست که به دل آدم میندازه قصاص بکنه یا نکنه. حق دارن، واقعا درست میگن، به خاطر اینکه انجام چنین کاری دلیه. منم فکر میکنم در اون لحظه این قلبشونه که بهشون فرمان میده که این چارپایه رو بکشن یا نکشن. امیدوارم که پایان این داستان 7.5 ساله غم‌انگیز برای ما و خانواده سربندی یک پایان خوش باشه. امیدواریم چنین باشه، اما زمینه اصلی چنین مشکلاتی متاسفانه سیستم قضایی اکنون در ایران هست. سیستم نارسای تحقیقات هست. دختری شهروند ایرانی در زندان هست در پرونده مبهم. تحقیقات لازم و رو به اثبات انجام نشده. در ایران اعدام‌های بسیار انجام شده بدون پایه و اساس با اتهامات مختلف. اعدام فرزندان خانم الاسفندی، محمد عبدالله فتی و هزاران نفر دیگه. تمام این ابهامات متاسفانه پرده‌ای میشن بر نارسایی سیستم قضایی و سیستم تحقیقاتی و پژوهشی لازم برای کشف حقیقت. کشف حقیقت این که قاتل اصلی در جریان این پرونده کی هست، کجاست و چه کسی بیگناه هست و چه کسی تا چه حد در این قطع نقش داره. همه این مسائل به اینجا میرسه که سرنوشت یک انسان، یک دختر ایرانی، یک دختر جوان ایرانی در دست یک خانواده داغدار قرار میگیره که داغ و زخمی که بر دل اونها هم هست قابل فهم و قابل درک هست. همونطور که دیدید مادر ریحانه چگونه همدردی کرد با خانواده سربندی. و اینجاست که در جایی که عدالت معلق هست این هست که هموطنان بسیار میلیون ها چه در ایران چه در خارج همصدا با خانم شعله پاکروان انتظار و امید دارند که خانواده سربندی جانی رو هدیه کنه به جامعه ایران. آقای چالنگی، به عنوان آخرین جمله میخوام بگم که دست تک تک افراد خانواده سربندی رو صادقانه میبوسم و ازشون تمنای عاجزانه دارم ریحانه رو به من ببخشن، به مادرانگی، به حرمت همه مادرایی که قبل از ما بودن الان هستن و بعد از ما میان، ریحانه رو به من ببخشن و تا ابد منو مدیون خودشون بکنن.
اینو عاجزانه ازشون میخوام و امیدوارم که تصمیمی بگیرن که من سیاه پوش ریحانه نشم. خیلی ممنونم از فرصتی که بهم دادین، متشکرم. سپاس از شما خانم پاکروان گرامی و با امید به چنین روزی که خواسته شد. از مهوش الاسفندی گرامی، مادر داغدار ایرانی نیز سپاسگزار هستیم که همراه ما بودن در اجرای این برنامه که میدونم چقدر براشون مشکل بود و هست. برخورد با مادر دیگری که در نگرانی برای اعدام فرزندش به سر می‌برد. به امید سپاسگزارم از شما. با سپاسی دوباره. به امید روزی که اعدام نه تنها در ایران که در سراسر جهان به عنوان مجازات برشیده بشه و در میان نباشه، و با امید به اجرای عدالت نه تنها در ایران، در سراسر جهان. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با امید به فردای بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، پوچال سند و سبلان و آسماری و کوهساران زگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار. Thank you.